زمانی که روح با پرتوی از عشق و امید و اشتیاق به عطر تاریخ و دین و شهادت پیوند می‌خورد، در نهایت شوق و حرارت خود قرار می‌گیرد تا از عطر دلانگیز شفاعت محمدی تنفس کند. به واسطه نورهای به هم پیوسته که به نور شخصی که با پیمودن این مسیر در پی مرقد مطهر او هستیم متصلند، مسیری که با محبت و دوستی و درختان سبزی که بر سر مسافران و عابران مسیر زیارت سایه می افکند گشوده شده است. در اینجا هنگامی که به مرقد مطهر نزدیک می شویم، احساس می کنیم همه شور و اشتیاق دینی و معنوی ما را به سمت دری که به داخل صحن مطهر امام زاده حمزه غربی علیه السلام گشوده می شود هدایت می کنند. پیش از رسیدن به این درب بزرگ خودمان را در وسط صحنی می‌بینیم که قبر مطهر را احاطه کرده است. گویا دل خود را برای زائران گرامی می‌گشاید و آنها را با نهایت محبت و مهربانی در آغوش می‌گیرد پیش از آن که به صحنه مطهر وارد شوند. دیوار بلندی حرم مطهر را احاطه کرده که طرح‌های اسلامی بر روی آن نقش بسته است. پرچم‌های سبز رنگی بر فراز آن به اهتزاز در آمده اند، گویا به زائران خوش آمد می گویند. و از بیرون این دیوار بلند گنبد مبارک این منقد مطهر با نهایت عظمت و سربلندی نمایان می شود و بر فراز آن پرچم مبارکی به اهتزاز در می آید. اهل بیت نبوت علیهم السلام برای جهانیان مایه رحمتند. به همین دلیل مراقد مطهر آنان نیز به محلی تبدیل شده که خداوند متعال به بندگانش در این مکانها روزی میرساند، به نحوی که اهالی منطقه برای کسب روزی حلال مغازه‌های خود را در اطراف حرم مطهر بنا کردند. در پس در بزرگی که وسط دیوار پیرامونی قرار دارد، دو مناره که با کاشی‌های اسلامی معروف به کاشی کربلایی مزین شده اند نمایان می شود. این مناره ها نشانه بزرگی، قدرت و شجاعت بوستان نبوت است. سلام بر تو ای ابا یعلا، نوه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال می فرماید با سلامت و امنیت وارد آنجا شوید. آری ای زائران، با سلامت و اطمینان از زیر این طاق وارد صحن داخلی حرم مطهر شوید. زمانی که زائر وارد صحن می شود، مناره بلندی که با کاشی کربلایی پوشیده شده او را مشاهده می کند. بلندی این مناره مانند بلندی صدای حقی است که از آن پخش و منتشر می شود، صدای اعتقادی ناب و صوت مقدس اذان. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان
صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله لحظه وقت آن رسیده است که شخص پیرو و محب پیامبر اکرم و خاندان ایشان قلب خود را با نور کلمات زیارتنامه‌ای که در ورودی مرقد مطهر نقش بسته است لبریز کند، زمانی که رائحه دلانگیز بزرگی و عظمت از مرد بزرگواری که امام و عالم بود به مشام میرسد. سلام بر تو ای مولای من حمزه فرزند قاسم و رحمت الله و السلام عليك يا سيدي يا حمزة بن القاسم ورحمة الله وبركاته يا سيدي أنتم باب الله المؤتمن والمأخوذ عنه ما قصدكم ذو كبد حار إلا التجتموها ولا شدة إلا أفرجتموها وإني أتيتك زائرا وحاجتي لك مستودعا وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي فكن لي شفيعا عند الله عز وجل لقضاء حاجتي وإصلاح أموري وحاشاك أن تخيب أملي السلام عليك أيها العالم النحرير السلام عليك أيها البدر المنير السلام عليك يا ابن حامل اللواء الكبير السلام عليك يا شديد البأس وعظيم المراس السلام عليك يا حمزة ابن القاسم ابن علي ابن الحمزة ابن الحسن ابن عبيد الله ابن أبي الفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. پس از قرائت زیارتنامه مطهر، زائر به سمت ذریح مبارکی که مرقد مطهر امامزاده حمزه غربی را در بر گرفته است می شتابد که نسب و شجرنامه ایشان به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام باز می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد. همه مورخان متفقند که شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام باید به عنوان الگویی برای برادری و فداکاری در راه خداوند متعال اختیار شود. پاداش اخروی خداوند نیز این بود که ایشان را در جایگاه شهدا و صدیقین و صالحان قرار دهد. اما در دنیا خدا نام و یاد ایشان را در مجالس و محافل جاویدان قرار داد و مرقدی به او عطا کرد که عاشقان آزاده و متوسلین به درگاه الهی برای طلب حاجتشان گرد آن طواف کنند. پاداش دنیوی دیگر حضرت ابوالفضل علیه السلام این بود که به ایشان نسل و ذریه ای عطا کرد که صاحبان بخشش و بزرگی اند و از جمله آنها یلی است که ما در محضر ایشان حاضر هستیم، یعنی مولایمون ابو یعلا حمزه فرزند قاسم فرزند علی فرزند حمزه الاکبر شبیه فرزند حسن فرزند عبیدالله فرزند حضرت ابوالفضل فرزند مولایمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که بهترین سلام و درود بر آنها. حمزه در لغت به معنای شدت است، از ابن عباس نقل شده است بهترین عمل نه کردن است و شدیدترین و سختترین کارها نیز همین است و نشانه قدرت و یکی از نام‌های شیر است. یکی از کنیه‌های ایشان سلام الله علیه ابوی علا است و این مشهورترین کنیه و لقب ایشان است. این کنیه به هر کس که نامش حمزه باشد گفته می‌شود. این کنیه در ابتدا به حضرت حمزه
فرزند عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اطلاق شد. یکی از کنیه‌هایی که در منطقه ما میان مردم رواج دارد ابوالحسامین صاحب دو شمشیر است و در لفظ عامیانه ابوالحزامین نیز گفته می شود. ابوالحسامین به دو شمشیر و امتیاز اشاره دارد، یکی شمشیر علم و دیگری شمشیر نسب و خاندان شریف علوی و از نسل و ذریه پاک ایشان علی، حسن، قاسم و محمد هستند. یکی از اساتید حمزه ابویعلا عموی ایشان است که ملقب به امانتدار ناموس امامت می باشد و او همان کسی است که بانوی بزرگوار حضرت نرجس مادر امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف به خانه او پناه برد زمانی که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در منزل امام به دنبال این بانو بودند. و از جمله اساتید ایشان عالم بزرگوار و مورد اعتماد سعد بن عبدالله اشعری قمی متوفای سال 301 هجری قمری می باشد. ایشان یکی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام است و استاد دیگر ایشان حضرت عبدالعظیم حسنی از نسل امام مجتبی علیه السلام می باشد. و از شاگردان ایشان می توان به هارون ابن موسی شیبانی تل اکبری متوفای سال 385 هجری قمری و علی ابن محمد قنسانی از اساتید شیخ اجل ابی عبدالله الحسین القزائری و علی ابن محمد ابن احمد ابن عمران دقاق از اساتید عالم بزرگوار و عظیم الشأن شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه اشاره کرد. ایشان صاحب حوزه علمیه بزرگ و کتابهای متعددی مانند کتاب الاعتقاد، المناسک، از زیارات، ردی بر محمد ابن جعفر اسدی و توحید می باشد. علمای گذشته و معاصر ایشان را ستودند و برای افتخار ایشان کافی است که امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام آشکار شدن قبر مطهر ایشان فرمودند او از یاران مورد اعتماد و محدث ما است. شیخ عباس قمی نیز از ایشان در کتاب الکنا و الالقاب تمجید کرده است. همچنین علامه هلی در کتاب الوجیز و کتاب تنقیح المقال و آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرجال و شیخ عزالدین در کتاب مراقد المعارف از ایشان نام برده و تمجید کرده است. از جمله معاصران حضرت حمزه ابویعلا می توان به شاه عبدالعظیم حسنی از نسل امام مجتبی و راهله مسعودی و عز الدوله بویهی و شیخ بزرگوار کلینی رضوان الله تعالی علیه اشاره کرد. اما در مورد آشکار شدن مرقد مطهر ایشان علیه السلام در گذشته به نام مرقد امام حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام شناخته می شد. در سال 1300 هجری عالم بزرگوار سید مهدی قزوینی به این منطقه می آید. این منطقه مشهور به الجزیره بوده و متعلق به عشایر زبیر می باشد که در آن زمان مذهب دیگری داشتند. ایشان در میان آنها علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام را نشر می دهد. اهالی منطقه ایشان را برای زیارت قبر حمزه فرزند امام کاظم علیه السلام دعوت می کنند. ایشان می گوید من کسی را که نشناسم زیارت نمی کنم. سپس به روستایی به نام المزیدی می روند. هنگامی که سید برای نماز شب آماده می شد یکی از اهالی منطقه نزد ایشان می آید و می گوید چرا حمزه را زیارت نمی کنید؟ چه بسیار مورد مشهور و رایجی که پایه و اساس ندارد. ایشان حمزه فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام نیستند، بلکه حمزه فرزند قاسم بن علی تا نسب ملایمون ابوالفضل عباس علیه السلام هستند. و بدان این یل از همان شیر است و این میوه همان درخت است. پس از اتمام نماز شب و نماز صبح مردم روستا به سوی سید مهدی قزوینی سرازیر شدند. از این مکان عمل صالح آغاز می شود. از اینجا زائران وارد حرم مطهر می شوند و برای رسیدن به پنجره های ذریح مطهر با دلهایشان سبقت می گیرند و آن را با اشتیاق فراوان در آغوش می گیرند. مانند همه ذریح های مطهر اهل بیت پیامبر علیهم السلام، ذریح امامزاده حمزه غربی نیز از پنجره‌های از جنس نقره و شبکه‌های هندسی در نهایت زیبایی ساخته شده است. قسمت بالای شبکه‌های ذریح از طلای خالص پوشیده شده است و این مسئله بر بزرگی و اهمیت صاحب این قبر مطهر دلالت دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود خداوند بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. ما الان در مرقد مطهر حمزه غربی ابویعلا ابا امر از نوادگان پهلوان دلاور حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستیم. نسب شریف ایشان حمزه فرزند قاسم، فرزند علی، فرزند حمزه، فرزند حسن، فرزند عبیدالله، فرزند ابوالفضل العباس، فرزند ستون استوار دین، عمود دین،
امیر المؤمنین که سلام و درود پروردگارم و من بر او باد. این مرقد مطهر در استان بابل و در منطقه المدحتیه که این نام نسبت به والی عثمانی مدحت پاشا قرار داده شده است و شهر حمزه غربی از جمله مناطق بزرگ موجود در استان است. جمعیت آن به 280 هزار نفر میرسد. مرقد مطهر مرکز این شهر و مساحتی حدود 15 هزار متر مربع دارد. مدت طولانی است که حرم مطهر ساخته شده. درست است که ساختمان در ابتدا آجری و بسیار ساده از آثار بابلی بود تا اینکه به این وضعیت فعلی رسید. یکی از القاب محبوب در نزد امام حمزه علیه السلام ابایعلا و ابا عمرو بود. بر اساس کتاب‌های سیره و اسامی خصوصا در کتاب معجم رجال الحدیث نوشته آیت الله خویی رحمت الله علیه میگویند او شخصی مورد اعتماد و بلند مرتبه و از اصحاب و بزرگان شیعه است و ایشان امامزاده علیه السلام را بسیار می ستاید. امامزاده حمزه علیه السلام کتابها و تألیفاتی دارد. فراموش کردم بگویم سید مهدی قزوینی زیارتنامه مخصوصی را برای ایشان قرار داد و فرمود این زیارتنامه از توقیعات و فرمایشات امام زمان علیه السلام است. هنگامی که این زیارتنامه را می‌خوانیم آن را بسیار بزرگ و پرمعنا می‌یابیم. در آن می‌خوانیم سلام بر عالم صالح، سلام بر فقیه آگاه، سلام بر کسی که ویژگی‌های او درایت روایات و اخبار است و در یاد و آثار نیکو شهرت دارد. سلام بر احیاگر سنت ها و منزه از آلودگی و پلیدی. هنگامی که این زیارت نامه را میخوانی مزامین بلند و پرمحتوایی را در آن میابیم و احساس میکنیم گویا در این زیارت نامه قدرت مافوق بشری قرار دارد. به همین دلیل عده‌ای میگویند این زیارت نامه از توقیعات و فرمایشات امام زمان علیه السلام است. در زمان رژیم سابق عراق روزی خدای متعال زیارت مولایمان امیر المؤمنین علیه السلام را نصیبم گردانید. پس از آن به زیارت مرجع مرحوم سید حسین بحرالعلوم رفتیم. به ایشان سلام کردیم و گفتیم بزرگوار ما از خادمان امام حمزه غربی هستیم. ایشان ایستاد و فرمود سلام ما را به عمویمان ابویعلا برسانید. به خدا من خوانده ام دعا در زیر گنبد امام حمزه مستجاب است، همان گونه که دعا شبهای جمعه در زیر گنبد امام حسین علیه السلام مستجاب است. من از این گفته بسیار متعجب شدم. سید رحمت الله علیه فرمودند تعجب نکن. در روایات آمده از هنگامی که تلاش حکومت عباسی برای یافتن حضرت نرجس خاتون علیه السلام شدت گرفت، ایشان به خانه عبیدالله عموی امام حمزه علیه السلام پناه بردند و به ایشان لقب معدن علم و امانتدار ناموس امامت دادند. امام حمزه غربی کرامات فراوانی دارد و شأن و جایگاه ایشان مانند همه فرزندان ائمه علیهم السلام مخصوصا فرزندان مولایمان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می باشد. خدای متعال اراده کرد از فرزندان حضرت ابوالفضل علیه السلام نسل و ذریه‌ای صالح قرار دهد و انشالله همه این نسل نیز این چنین صالح هستند. یکی از کرامات امام حمزه غربی علیه السلام این است که حدود 300 سال پیش کمتر یا بیشتر قحطی بزرگی منطقه میان شهر مدحتیه تا شهر نعمانیه را فرا گرفت. این منطقه شامل بخش زراعی و بخش بایر می باشد. این مناطق دچار قحطی شد و مردم آن به مرقد مطهر ایشان پناه آوردند و گفتند خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق کسی که در این قبر مطهر مدفون است، خیر و برکت را بر ما بیفزا، زمین ما را سبز کن و باران را از آسمان بر ما فرو ریز. پس خدای متعال دعای آنها را در زیر این گنبد مطهر مستجاب کرد. میگویند زمین سبز شد و در آن کشاورزی کردند. دامداری شغل اکثر کسانی است که در این منطقه ساکنند. خانومی از اهالی منطقه مقداری شیر جمع کرد و کره آن را گرفت. او نذر کرد کره ها را در این مکان مقدس در راه خدا توزیع کند.
آن زن می گفت من تعجب کردم. قبلا مقدار کمی کره از شیر درست می شد، اما الان مقدار زیادی کره از شیر به دست آمد. او دست خود را به سمت شجوه که در اصطلاح عامیانه به کف روی کره گفته می شود دراز کرد و مقدار کمی کره برداشت و در آن را بست. پس برای توزیع کره ها میان زائران امام علیه السلام آمد. هنگامی که درب آن ظرف کیسه‌ای را باز کرد، ناگهان مشاهده کرد که کره به سنگ مرمر تبدیل شده است و این سنگ قیمتی الان در داخل ضریح بر روی قبر مطهر قرار دارد. فراموش کردم بگویم این امامزاده علیه السلام صاحب تعدادی کتاب و نوشته مانند کتاب الزیاره، المناسک، کتابی در آنچه از امام صادق علیه السلام نقل شده است و کتابی در رد اشاعره و معتزلین. ایشان همچنین تألیفاتی دارند که به آنها دسترسی نداریم. یکی از نویسندگان متخصص در زمینه کتاب‌های خطی نقل می‌کرد این کتاب در شهر رشت موجود است. ما به این شهر رفتیم و دیدیم این کتاب‌ها وجود دارند، اما متأسفانه همه کتاب‌ها را پیدا نکردیم و از این دیدار و شبکه محترم شما استفاده می‌کنیم و به برادرانمان عرض می‌کنیم هر کس کتابی که در زمینه زندگانی این بنده صالح خداوند یا نوشته خطی یا نسخه‌های قدیمی در سایر موزه‌ها دارند به ما اعلام کند. شاید به برکت شما و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به این نسخه‌ها دست پیدا کنیم و انشالله تلاش می‌کنیم در آینده موزه‌ای بسازیم. ضریحی که قبر مطهر را فرا گرفته، قطعه نفیس و با ارزش و فنی است. ضریح مطهر در وسط محوطه‌ای بزرگ قرار گرفته است. اطراف این محوطه با زیباترین و ظریف‌ترین طرح‌های اسلامی و با تکیه بر آینه‌کاری و خطوط زیبای عربی از آیات قرآن کریم طراحی شده است. فضای بالای ضریح مطهر مرتفع شده و دیواره داخلی گنبد مطهر را تشکیل می‌دهد. این دیواره با زیباترین طرح‌های معماری تزیین شده است تا قداست و معنویت ویژه‌ای به این مکان بخشد و احساس آرامش و اطمینان خاطر و معنویت مرقد مطهر را به زائران منتقل کند. حضرت حمزه فرزند قاسم، فرزند علی، فرزند حمزه، فرزند حسن، فرزند عبیدالله، فرزند عباس، فرزند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و قبر مطهر ایشان که در مقابل ما قرار دارد همان قبری است که علامه سید مهدی قزوینی برای ما آشکار و نمایان کرده است. قبر ایشان در اطراف حله و در منطقه مدحتیه واقع شده. این منطقه به جهت نسبت دادن آن به حاکم عثمانی مدحت پاشا به این نام مدحتیه نامگذاری شده است. حمزه فرزند قاسم که می‌خواهیم درباره او سخن بگوییم از نوادگان حضرت ابوالفضل فرزند امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان عالم بلند مرتبه و مورد اعتماد و راوی احادیث هستند و آثار و تألیفات متعددی دارند که نام آنها در کتاب‌های منبع و اصلی آمده است و مورد اعتماد نزد راویان احادیث هستند و درباره ایشان در بسیاری از منابع نوشته شده است، همان گونه که علامه محمد هرزالدین در کتاب مراقد المعارف و سید حسین ابو سعیده که در کتاب تاریخ مشاهد المشرفه از ایشان به عنوان عالمی بلند مرتبه و مورد اطمینان یاد کرده اند. همچنین آیت الله خویی قدس سره در کتب رجالی خود یعنی معجم رجال الحدیث اینگونه یاد کرده اند که ایشان عالمی مورد اعتماد و بزرگ و از راویان حدیث است و مکنا به ابو یعلا و ابو عمرو
می باشد. کنیه و لقب ابو یعلا ظاهراً در گذشته به کسانی که نام آنها حمزه بوده اطلاق می شده است و عموی پیامبر حضرت حمزه که در جنگ احد به شهادت رسید به این لقب مشهور بوده است. پس این نام و کنیه به دلیل مشابهت نام ایشان با حضرت حمزه به ایشان داده شده است. شخص دیگری به نام حمزه وجود دارد که نسب او به امام کاظم علیه السلام باز می گردد و ایشان نیز ملقب به ابو یعلا است و این نام و کنیه از این منبع گرفته شده و این مسئله درباره حمزه ای که از او یاد کرده ایم و حمزه ای که امروز در مقابل بارگاه او ایستاده ایم و تاریخ زندگانی او را بیان می کنیم نیز همون گونه است. این مرقدی که در مقابل مردم نمایان می باشد همون مرقدی است که هر زائر و قصد کننده غمگین و گرفتار به سوی آن می شتابد و هیچ کس آن را زیارت نمی کند مگر اینکه خدا ناراحتی و گرفتاری اش را برطرف می کند و حاجت او را برآورده می سازد، زیرا ایشان یکی از درهای حاجت و شاخه ای از همان بوستان و درخت مبارک اهل بیت علیهم السلام هستند، زیرا جد بزرگ ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام است. اینجا زائران پنجره های ذریح را در آغوش می گیرند و آن را با نهایت مهر و محبت می بوسند. چرا این کار را نکنند وقتی که این مرقد مطهر آنها را به یاد پهلوان بی‌دست کربلا و ساقی تشنگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می اندازند و ایشان جد این بزرگواری هستند که در این ذریح شریف آرامیده است. از آنجایی که حضرت حمزه غربی جایگاه معنوی رفیعی نزد خدا دارند و از آنجایی که ایشان از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هستند، خداوند برای ایشان کرامات فراوانی در این مرقد مطهر قرار داده است که به شماره نمی آید. تا جایی که مردم همواره و در همه زمانها درباره کرامات بزرگ ایشان سخن می گویند و از جمله کرامتهای مخصوص حضرت ابوالعلا حمزه علیه السلام این است که دعا زیر گنبد ایشان مخصوصا در شبهای جمعه مستجاب می شود. همان گونه که این کرامت برای امام حسین علیه السلام نیز وجود دارد، همان گونه که دیده این بسیاری از بیماری های دشوار و صعب العلاج مانند بیماری های بدخیم و فلج و نابینایی و بسیاری از بیماری های دیگر به برکت حضرت حمزه علیه السلام شفا پیدا کرده اند و خانواده های آن بیماران با خوشحالی به این مرقد مطهر آمدند. البته این کرامت قطعا برای همه اهل بیت علیهم السلام وجود دارد، همان گونه که مولا و سرور ما ابوالعلا حمزه غربی علیه السلام نیز صاحب این کرامت است. یکی از اتفاقاتی که در اینجا رخ داد و ما شاهد آن بودیم این بود که یکی از زائران از استان بصره و منطقه ابیخسی به اینجا آمد، در حالی که پزشکان از مداوای او ناامید شده بودند و به یک نوع تومور بدخیم مبتلا شده بود. این شخص در طول زندگی خود حضرت حمزه را زیارت نکرده بود. من این واقعه را با چشمای خود دیدم و حاضر بودم. حمزه علیه السلام به خواب این شخص آمد و او را شفا داد. بعد از شفا یافتن این شخص به حرم مطهر آمد و 3 روز اینجا ماند و داستان رؤیای خود را برای همه زائران تعریف کرد. او هر روز بیش از 4 یا 5 بار داستان خود را کنار ذریح مطهر تکرار می‌کرد و یقین پیدا کرده بود که حضرت حمزه علیه السلام او را شفا داده است. به اقتضای شغل ما یکی از حالتهایی که مشاهده کردیم این بود که پیرمردی را دیدیم که حدود 5 سال پیش فلج شده بود و روی ویلچر نشسته بود، اما به برکت دعا و زیارت و نیت خالص و به برکت حضرت حمزه علیه السلام کنار ذریح برخاست و روی پای خود ایستاد. همچنین شفای بسیار از بیماری های مانند سکته مغزی را در طول سالهایی که در این مرقد مطهر مشغول خدمت هستیم مشاهده کردیم. در کنار ذریح مطهر محلی به اقامه نماز اختصاص یافته است و از آنجا که مکان پاکیزه‌ای که در آن نماز اقامه می شود نزد خداوند جایگاه بزرگی دارد، این منطقه با قالی دست باف پوشیده شده است تا با طرح‌های زیبای خود بر شکوه و عظمت این مکان مقدس بیفزاید. و زائر لذتی بزرگتر از این احساس نمی کند که زیارت خود را به بهترین وجه
و با تمامی شروط آن به اتمام برسانند. بسم الله الرحمن الرحیم و درود خدا بر حضرت محمد و آل بیت پاک و مطهر ایشان. از خدای متعال می‌خواهیم ما را از پیروان راه اهل بیت علیهم السلام و تحت لوای آنان در آن روز دشوار قرار دهد. به دلیل جایگاه و منزلت این امامزاده نزد خدا برای زیارت ایشان آمده ایم، زیرا جد بزرگوار ایشان حضرت ابوالفضل علیه السلام است. از خدای متعال می‌خواهیم به حق ایشان و به حق حضرت ابوالفضل علیه السلام این گرفتاری و اندوه را از امت اسلامی مرتفع کند و در این مکان مقدس و شریف بیماران را شفا دهد و حاجتهای ما را برآورده به خیر کند. مسئله مهمتر این است که کلام اهل بیت علیهم السلام کلام واحد است، همان گونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند آن فضیلتی که برای اولین ما هست برای آخرین نفر ما هم هست. و همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس ما را دوست دارد مانند ما عمل کند. ما زمانی که به زیارت این آقای بزرگوار مشرف می شویم باید در مسیر ایشان و در مسیر آموزه های اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر قدم برداریم و از خدای متعال می خواهیم این گرفتاری و اندوه را از این امت اسلامی و مردم عراق برطرف کند و به همه شما برکت دهد. از آنجایی که این مرقد مطهر قداست خود را از شخصی که در آن آرامیده است پیدا می کند، مکانی برای کتابخانه در نظر گرفته شده است تا کتابهای دینی که زائران به آن احتیاج دارند را در بر بگیرد. زمانی که زائر از محوطه ذریح مطهر خارج می شود، در حالی که زیارت را به پایان رسانده است، در برابر صحن بزرگی قرار می گیرد که ایوانهای متعدد آن را احاطه کرده است. در سایه این ایوانها می رود تا خستگی راه را از تن خارج کند، یا به مرقد مطهر نگاه می کند و از خداوند می خواهد در این مکان حاجتهایش را برآورده کند. همچنین مکانهای سرپوشیده‌ای داخل صحن مطهر قرار دارد تا خانواده ها را گرد هم جمع کند و بعضی از ادعیه را در این مکان بخواند. زمانی که زائر احساس می کند از زیارت شادمان شده، قصد می کند خارج شود، در حالی که خطاب به خداوند می گوید خدایا این زیارت را آخرین زیارت من قرار مده، و در حالی که به مرقد مطهر خیره شده است با ایشان وداع می کند. سلام بر تو ای مولای من و ای فرزند مولای من، ای عالم بزرگ و بلند مرتبه امامزاده حمزه غربی علیک السلام و رحمت الله و برکاته.